چرا نباید شب در اتاق خواب رو باز گذاشت؟ بیشتر ما معمولاً عادت داریم موقع خواب در اتاق رو ببندیم. یه سری هم هستن که اهمیتی نمیدن به این موضوع. یه سریای دیگه هم که کلن خوابشون با مرگ موقتی فرقی نداره، با اونا اصلا کاری نداریم. ولی مثل این که قضیه بستن در اتاق خواب جدیه. یه سری داستانایی هست که مجبورتون میکنه از این به بعد شبا در باز نخوابید. اگه میخواید این قضایا رو بدونین، بیاید بریم ببینیم قضیه چیه. آتیش نمیگیرید. شاید مسخره باشه، ولی آتیش دیگه یهو میگیره یهو میسوزونه. تازه آمار این اتفاق اصلا هم کم نیست. یعنی طرف تو خواب ناز خودش بوده، داشته تو بهش قدم میزده، بعد یهو احساس کرده اشتباهی رفته تو جهنم، دارن شکنجهش میکنن. چشماشو باز کرده دیده نه بابا، جهنم همینجا کنار خودشه. دیگه تا به خودش بیاد بدونه چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه، نصف تن و صورتشو از دست داده. حالا اگه در اتاقشو بسته بود، زمان بیشتری داشت تا خودشو نجات بده. البته اگه مثل خرس میخوابین و هیچی بیدارتون نمیکنه، نمیخواد به این چیزا فکر کنین. در نهایت قراره برین جهنم، چه این ور چه اون ور. از گازهای سمی دور میشیم. میگن اگه در اتاق بسته باشه و یه وقت شیر گاز نشتی کنه، وقت بیشتری دارین که خودتون رو نجات بدین. یعنی تا گاز راه اتاق شما رو پیدا کنه و به زور خودشو از لای در بندازه تو اتاقتون، شما بیدار شدین. حالا اینکه چجوری تو خواب میفهمین گاز بالا سرتونه دیگه به خودتون مربوطه. ولی اگه یه همخونه دارین که علاقه خاصی به صادق هدایت داره، حتما حواستون باشه تو اتاق جدا بخوابین، در اتاقم کیپ تا کیپ ببندید. هدایت دیگه، یهو دیدید هدایتش کرد به کارهایی که نباید بکنه. ولی اینجا یه مشکلی هم وجود داره. اگه در اتاق بسته باشه، گازهای سمی خودتون رو باید تحمل کنین، مخصوصا وقتی شب لوبیا پلوی چیزی خورده باشین. خلاصه که انتخاب با شماست، گاز سمی خودتون یا گاز سمی همسایه. از سر و صدا خلاص میشید. زندگی آپارتمانی کلن یعنی سر و صدا. قدیما طرف یه حیات خلوتی، دشتی، دمنی جلو خونش بود، میرفت اونجا خودشو رها میکرد. الان همه کارا تو این چهار دیواریه. مساحتام که قربونشون برم هر روز کمتر از دیروز میشه. دیگه کم کم باید خودمونو برای زندگی توی یه اتاق آماده کنیم. ولی حالا اگه اتاق جدا دارید، تا دیر نشده از این نعمت بهشتی استفاده کنید. البته بعضی هستن کلن میخوابن، بلا نسبت فرقی با مرده ندارن. یعنی طرف فقط قلبش کار میکنه و نفس میکشه، نه میشنوه نه لمس داره نه هیچی. اونا میتونن راحت باشن. ولی کسایی که خواب سبک دارن، برای اینکه آرامش بیشتری موقع خواب داشته باشن، باید در اتاق خوابو ببندن اگه بتونن آرامش داشته باشن. آماده ی حمله به سارق میشید. وقتی در اتاق بسته باشه و احساس کنین یکی به جمعتون اضافه شده، زمان بیشتری دارین که خودتونو برای یه مبارزه هیجان انگیز آماده کنین. البته حتما یه سری وسایل مثل چاقو و چوب و اینجور چیزا تو اتاق خواب داشته باشین. سارق دیگه خبر نمیکنه. واسه اونایی هم که دوست ندارن قاطی این داستانا بشن، پیشنهاد میکنیم در اتاقو قفل کنن. آخه هیچ دزدی اینقدر بیکار نیست سعی کنه در قفل یه اتاق خوابو باز کنه. حداقلش اینه که زنده میمونین و طرف با خیال راحت کل خونه رو جمع میکنه، میذاره رو دوششو به سلامت. هرچی انرژی مثبته مال تو. اگه تا اینجا این دلایل قانعتون نکرده که در اتاق و موقع خواب ببندین، این دلیل دیگه ته تهشه. تو اصول فنگشویی اصلی وجود داره که میگه وقتی در اتاق میبندی، همه انرژی های خوب میمونن تو اتاق. یعنی هرچی انرژی خوبه نگه میداری دور خودت، هرچی گه کسافتی میمونه پشت در اتاق. حالا من دقیقا نمیدونم انرژی چرا نباید بتونه از در رد بشه، یا شایدم انرژی های فنگشویی مدلشون فرق میکنه وقتی در میبندی گیر میکنن. تازه فقط این نیست، در اصل اعتقاد دارن فقط انرژی های مثبتی که درو باز بذاری میرن. کلن انرژی مثبتی که اینا میگن دوست داره فرار کنه. ولی اگه مثلا حالت خوب نباشه و انرژی منفی دورت باشه، هرچی درو باز بذاری، پنجره رو باز کنی، با پتو شروع کنی هوای اتاق عوض کردن، این انرژی منفی هنوز هست. خلاصه که ما از این داستانه فنگشوی سر در نمیاریم. حتما انرژی اینا یه انرژی دیگه است که اصول فیزیکو کلن زیر و رو کرده. فنگشوی میگه ببندین، ببندین دیگه، دنبال چی میگردین؟ از همه این دلایل که بگذریم، اتاق خصوصیه دیگه. مثلا شاید آدم دلش بخواد قبل خواب دست کنه تو دماغش یکم با محتویاتش ور بره، یا حالا بره جای دیگر رو چک کنه، فرقی نداره. در اتاقت بازه، بعد طرف میاد میگه اه دستتو درار از دماغت، نمیتونی بگی اتاق خودمه چون درشو باز گذاشتی. خلاصه اینکه به نفعتونه در اتاقو قبل از خواب ببندین، محکم ببندین که بتونین راحت چند ساعتی رو بخوابین.